خدا رو شکر، فیض خداوند عیسی مسیح باهاتون باشه. امروز در ادامه درس ما درباره فیض خداوند میخوام یه مرور خیلی کوچیکی بکنم از دیشب. دیشب یا دیروز داشتیم درباره پنج قربانی صحبت میکردیم. بنابراین کار مسیح بر روی صلیب برای ما کار بسیار عظیمی بوده. برای اینکه در عهد قدیم این رو خداوند بتونه نشون بده به بنی اسرائیل، از پنج قربانی مختلف استفاده میکنه. ما معمولا وقتی به کار مسیح نگاه میکنیم میبینیم که اولین فکری که در فکر ما میاد اینه که برای ما جان داد تا گناهان ما رو چکار بکنه، از ما برداره. و معمولا درس صلیب به همینجا خلاصه میشه توی کلیسا. ولی در واقع صلیب خیلی عمیق‌تر از این هاست. صلیب ما برای فقط بردن گناهان هستش. اتفاقا وقتی که در کتاب لاویان خداوند شروع میکنه درباره پنج قربانی صحبت کردن، قربانی گناه و قربانی ترسپس رو که در لاویان بذاریم فصل ششم، نگاه کنم اسمشو در فارسی چی میذاره، من معمولا فصل چیزه، من معمولا همه چیزو در انگلیسی میخونم. لاویان فصل ششم. آها مرسی، اوکی، بشه اووردش خوبه. اوکی، قربانی جبران بهش میگن. اوکی، قربانی جبران، قربانی گناه هست و قربانی جبران. و این دو گناه، این دو تا قربانی که مربوط به گناه انسان میشه، آخرین قربانی ها هستن که خدا درباشون صحبت میکنه. و جالبه که سه قربانی اول که قربانی آردی، قربانی سوختنی و قربانی صلح هستش، هر کدوم که سوخته میشن خداوند میگه بوی اونها بوی معطری هستش که به مشام خداوند خوشبو به نظر میاد. ولی قربانی گناه و قربانی جبران میگه در حضور من انجام ندهید، بلکه برید خارج از هیکل قربانی ها رو تقدیم کنید. فکر نکنید خدا خوشش میاد ما هی خودمون رو بریم جلوش هی توبه کنیم توبه کنیم توبه کنیم. وقتی میاد میگید خدای منو ببخش در نام عیسی مسیح من گناه کردم، برید قربانی گناه رو دوباره تقدیم میکنید. و با اینکه خداوند قبول میکنه در نام مسیح چنین قربانی رو، قربانی خوشبویی در مقابلش نیست. یعنی داستان زندگی مسیحی این نیست که بیاد مسیحی بشه، هی بره گناه بکنه، هی بیاد توبه کنه. این زندگی مسیحانه نیست. زندگی خدا رو شکر یک مسیحی میتونه در فیض خدا به این شکل انجام بشه که اشتباه کنه، توبه کنه، دوباره اشتباه کنه، توبه کنه، صد بارم این کارو بکنه، چون فیض خدا بی همتاست، بدون اندازه است. ولی زندگی نیستش که مورد خوشنودی خدا باشه. و تصویرشو در دو قربانی گناه و جبران میبینی که خدا میگه این دوتا قربانی رو که میخوای بدی بده، مجبوری بدی، ولی خواهش میکنم از حضور من نده، در حضور من نده، برو قربانی ها رو خارج از هیکل قربانی کن، خونش رو تقدیم کن، ولی من نمیخوام اون حیوان ها رو جلوی من بسوزونی و بکشی، چون مال گناه هستن، مجبور داده بشه، چون باید جزای گناه داده بشه، ولی من خوشم نمیاد، خوشم نمیاد که موجودی جانش رو بده برای گناه دیگری، خوشم نمیاد که فرزندم روی صلیب آویزانه برای گناه شما. این رو به یاد من دائما نیار. روز تاریکی بود هم برای پسر هم برای پدر. بنابراین وقتی ما گناه میکنیم در عهد جدید، با اینکه فیض خدا برای ما هست، وقتی میگیم خدای منو ببخش، یه انعکاس اینجا هست، نمیدونم، مرسی. وقتی خداوند، وقتی میگی من توبه میکنم، اوکی، خدا میپذیره، کاهن اعظم میپذیره. در واقع کاهن اعظم که عیسی مسیحه، قربانی گناه و جبران رو باید چیکار بکنه؟ به یاد بیاریم دوباره اونجا در اون زمان. با این حال چیزی نیستش که در مشام خداوند خوشبو باشه، باید سوخته بشه. و جالبه از این قربانی که دوتا قربانی لاویان و خداوند، هیچ چیز رو نمیخوره، همه چیزش سوخته میشه، چون بس به یاد این باشیم که گناهان ما سوخته شده، خاکستر شده و فراموش شده. آمین. با اینکه از قربانی های دیگه خداوند میگه بیایم با هم دیگه بخوریم، تقسیم کنیم، قربانی صلح همه میشینیم سر میز، قربانی آردی
تو بخور منم میخورم. قربانی سوختنی حداقل پوستش مال توه، بقیهش مال خداست. از این تا قربانی هیچی ما نمیخوریم، چون خوردنی نیستن، باید سوخته بشن، خاکستر بشن و فراموش بشن. همونطور که خدا تصویری نشون میده که وقتی خداوند میبخشه بخشیده، وقتی خداوند میگه توبه کن گناهتو دیگه به یاد نمیارم، سوخته میشه، خاکستر میشه رو اون مذبح و فراموش میشه. و علنن بیرون هیکل خاکسترش پخش میشه. تنها چیزی که از اون قربانی میمونه خونشه که باید تقدیم بشه. قربانی جبران و قربانی گناه دو جنبه مختلف دارن. قربانی گناه به خاطر خود گناه داده میشه، خود گناه، چون گناه در جسم ما هست، گناه در دنیا هست، گناه وجود داره، جزای گناه باید داده بشه. قربانی جبران برای عملکرد و نتیجه گناهه، چون هم گناه در ما هست، هم گناه میکنیم، هم گناه در ما وجود داره، هم گناه انجام میدیم. خب اگه گناه رو انجام میدی باید جوابشم بدی، چون به خاطر گناهت باید جواب بدی. حالا اون گناه میتونه طرق مختلف داشته باشه. و در عهد قدیم برای اینکه بدونین فیض خدا چه چیزی رو در زندگی شما پوشیده، قربانی جبران برای سه جور گناه داده میشد. قربانی جبران در واقع برای گناهانی که بر ضد خودت انجام میدادی یه سری قربانی میدادی، برای گناهانی که بر ضد خدا انجام میدادی یه سری قربانی ها میدادی، و برای گناهانی که بر ضد دیگران انجام میدادی یه سری قربانی میدادی. عیسی مسیح در فیضش جزای گناه شما بر ضد خودتون، بر ضد خدا و بر ضد تمامی انسان ها رو روی صلیب داد. یعنی اشتباهی نیست که نتونی بکنی که کردی که خدا جوابشو نداده در روی صلیب. هم بر ضد خودت میتونی گناه کنی، گناهانی هستش که بر ضد خودت میکنی، گناهانی هستش که بر ضد خدا میکنی، گناهانی هست که بر ضد دیگران میکنی، مال دیگری رو میدزدی، به خودت صدمه میزنی. گناهان جنسی معمولا به خود انسان صدمه میزنه، همونطور که پولس درس میده، میگه گناه جنسی که انجام میدی بر ضد خودته، خودتو خراب میکنی، با روح دیگری یکی میشی که نواسط بشی، من خودتو صدمه میزنی. و گناهانی که بر ضد خدا هستش، قسم میخوری به خدا، یک دهاتو میدزدی، برای اونایی که یک ده نمیدن از خدا دارن دزدی میکنن، نمیدونه میدونه یا نه، دزدیه، ولی در زیر فیض خدا بخشیده شدی، بنابراین الان محکوم نیستی، آزادی و میتونی ندی و بدی، برکتشو در دادن میگیری ولی لعنتشو نمیگیری، خدا رو شکر، چون لعنتی دیگه وجود نداره در فیض، لعنتی وجود نداره، ولی دلیل نمیشه که اطاعت نکنی، چون برکتی در اطاعت همیشه هست. چون فیض وجود داره برکت اطاعت نرفته ها، چون فیض وجود داره برکت اطاعت نرفته از دنیا. در اطاعت کردن از کلام خدا همیشه برکت هست، فقط لعنتش برداشته شده از بی‌اطاعتی. بنابراین در کلیسا اگه یکی درس میده که اگه بی‌اطاعتی کنی و لعنت خدا بر تو میاد، فیض رو درک نکرده، این درس اشتباست. معمولا برای جمع کردن هدایا از یکی از آیات خیلی رایج کتاب مقدس ملاکی 3:8 استفاده میشه. میگه بیایید مرا آزمایش کنید، ببینید آیا من دروازه های آسمان را برای شما باز ننمایم و برای شما برکتی نریزم که چی؟ حجم دریافت آنها را نداشته باشید و تمام اون چیزهایی که لعنت هایی که بر شما آمده را بر ندارم. ولی قبل از اون آیه قسمت دیگه میاد، میگه شما از من دزدیدید. میگه از کجا شما از شما دزدیدید؟ میگه از عشها و هدایا، به خاطر همین لعنت شدید. حالا همین ما در عهد جدید درس میدیم، ولی مشکل اینجاست، چون اگه اینو اینجوری درس بدی، طرف فکر میکنه با دادن و ندادن میتونه لعنت بشه، زیر حکم قرار میگیره، اون وقت با هدیه دادنش از ترسه، زیر ترس قرار میگیره، چون فکر میکنه اگه نده لعنت میشه.
بدون اینکه معلم بفهمه داره شریعت رو دوباره وارد میکنه تو کلیسا. این اینا چی هستش؟ خیلی جاده های باریکیه که تو کلیسا واردش میشی بدون اینکه بفهمی، چون کلام خداست. ولی از کجا داری کلام میگیری؟ از عهد عتیق داری میگیری. در عهد عتیق اوکی صلیب هنوز نیامده. نه تنها در اطاعت برکته، در بی‌اطاعتی لعنته. ولی در عهد جدید یکی از زیبایی های فیض که با اینکه زیباست خطرناکه. خطرناکه. این هستش که لعنت دیگه، حال هیچ نوع محکومیتی برای آنانی که در عیسی مسیح هستن وجود ندارد. خب یعنی چی؟ نداره دیگه. میخواید دوباره حاشیه بیای اضافه کنی؟ ما میتونیم اضافه کنیم لعنت با نوع تعلیمی که میدیم. و میدونید بر طبق باورتان دریافت خواهید کرد. اگه باور کنی که لعنت میشی، لعنت به خودت جذب میکنی. باور کن، دنیا آماده است که لعنتت کنه، چون دشمنی در دنیا داری که آماده هستش که شما رو ببلعه و نابود بکنه. و اگه باور کنی که میتونی لعنت بشی، لعنت نه از طرف خدا، از طریق دشمنت. چون اقتداری که به دشمن میدی بر طریق باورت میدی، و دری که روحش میبندی بر طریق ایمانته. هرچه باور کنی بر سر شما خواهد آمد. همونطوری که یکی از ایوب دنیا، ایوب در عهد قدیم میگه از آنچه که میهراسیدم بر سر من آمد. از چی میترسی؟ میدونین فیض، ثمره فیض بردن ترسه، نابود کردن ترسه در زندگی. تنها چیزی که در زندگی یک ایماندار باید وجود داشته باشه که شباهتی به ترس داره، ترس از خداست. و این ترس در محبته و در احترامه. احترامی که ما به پدر داریم و ازش خوفی داریم که خوفی نیکوست. چون هر بچه ای از پدرش احترامی رو داره و باید ترسی رو داشته باشه. این درسته، این صحیحه. ما در فیض بی‌بندوبار نیستیم و هر کاری رو نمی کنیم چون دوست داشتنی هستیم. این احترام باید در خانه حفظ بشه. ولی ترس لعنت نیست. از این نمی ترسیم که از خانه بیرون بریم، از این نمی ترسیم که ما را بیرون کنه، از این نمی ترسیم که محکوممون کنه، از این نمی ترسیم که اسم خودش رو از ما برداره، از این نمی ترسیم که ما رو دوباره از ارثیه و وارث بودن محروم بکنه، از این نمی ترسیم که اسم خودش رو از روی اسم ما برداره. یه بچه یتیم رو به خونه خودت میاری، آخه دلت میاد که دوباره از خونه بیرونش کنی؟ چند نفر به یه بچه یتیم رو به فرزندی قبول کردید تو خانوادتون؟ کسی نیست اینجا؟ آمین. تو دلت میاد که بچه یتیمی که خودت به عنوان مادری تو بهش قول دادی، تو بهش قول دادی که مادرش میشی، از خونه دوباره بیرونش کنی؟ ولی کلام خدا میگه ما همه فرزند خوانده هایی هستیم که یتیمایی بودیم که پدر ما رو قبول کرده. مادر پدرها حاضرن که بچه خودشون رو بعضی وقتا بیرون کنن اگه خیلی بی‌اطاعتی کنه، که یتیم بچه رو بیرون نمی کنن. چون عهدی که به اون بچه دادن عهد جدایی هستش. این از ناف نیامده، از رحم نیامده. یه بدبختی بوده که تو خیابون پیدا کردی، خودت بهش قول دادی، وگرنه اون بچه که از تو چیزی نمیخواست که. درسته؟ وفاداری از تو میاد. پس بنابراین درک بکنید که فیض ایجاب میکنه، پدره که قول داده، پدره که عهد داده، پدره که یتیم رو قبول کرده که شما ها من هستیم. رو اسم خودشه، رو ناموس خودشه که این قول رو داده. به شما ربطی نداره. شما گم شده بودی، پیدا شدی. شما یتیم بودی، فرزند شدی. شما بدبخت بودی و وارث شدی. شما در این داستان پوزیسیونی نداشتی که ازت گرفته بشه، بهت داده شده. اون کسی هم که بهت داده رو اسم خودش واسطه. ولی شریعت همیشه بر میگرده میگه تو مسئولی، تو مسئولی. و این مسئولیت به نظر درست میاد، به ظاهر صحیحه، به منطق انسان ایجاب میکنه که آره تو مسئولی، تو یتیم بودی، درسته؟ حالا اینجا بهت اینا داده شده، مبادا خرابکاری کنی ها.
مواد خرابکاری بکنی. ببین خیلی به محبت کرده خدا، مواظب خودت باش. ولی این وقت روز شخصیت خود خدا سوال پیش میاد. یعنی خدا وقتی بهت میگه من پدر تو هستم، ببین بچه یتیم، مادر میگه من مادر تو هستم، یه سال بعد همونو بر میگردونه، فراموش میکنه، میگه حالا که اینقدر بچه بدرفتاری هستی برو گمشو بیرون از خونم. اینو کارو انسان میکنه که اومد خدا بکنه. من ندیدم. من تو آمریکا که بچه های یتیم روسی اینا زیادن، تا به حال یه خانواده رو ندیدم که بچهشو به خاطر بدرفتاری از خونه بیرون کنه که یتیم باشه. ندیدم. ولی بعضی این بچه ها خیلی بدجوری اوضاعشونه، چون ضربه خورده ها هستن. یادم هستش که یه بچه یتیمی بود که دوست دخترم بود، دوست دخترم بود، و این دختر مشکل روانی داشت، واقعا مشکل داشت برای خانواده‌اش، اعصاب مادر پدر رو خورد کرده بود. و نحوی که تو مدرسه میخواستن بیرونش کنن، معلم‌ها تا چیز بودن، تا حد آخر رسیده بود. منم دوست نداشتم این بچه بیاد خونه من. ولی یادم هستش که دخترم به من میگفت، میگم بابا این بچه یتیم بوده، خیلی زخمیه، خیلی بدبختی کشیده، این حالا وقت داره که درست بشه. گفتم 12-13 ساله که تو خونه مادر پدرشه. و از 3-4 سالگی اینو گرفتن. پس یادم اومد که مادر پدر اصلا فکر این که اینو بیرونش کنن، فراموشش کنن، تو اصلا تو فکرشون نمیاد. خب چقدر بیشتر پدر آسمانی که با تمام رفتار شما خودشو ساخته. شما هم بچه یتیمایی هستین که بعض وقتا لگد میندازید. بعض وقتا خرابکاری میکنید. بعض وقتا گندشو بالا میارید. ولی آخر سر بچه یتیمی هستین که به فرزند خواندگی قبول شدید. Okay. پس این قربانی ها در واقع دارن تصویر بزرگی رو برای شما نمایان میکنن که مسیح نه تنها جزای کل گناه رو برای شما داده، یعنی شما رو از پوزیسیون گناه برداشته. قربانی گناه پوزیسیون گناه رو حل میکنه. شما از کسی که در مقابل خدا گناهکار دیده میشی به یه شخص عادل تبدیل میشی. و بعد قربانی جبران میاره و میگه حالا هر اشتباهی هم که کردی و داری میکنی و خواهی کردم برات بهاشو دادم. نسبت به پدرت، نسبت به مادرت، به خواهرت، به برادرت، به خودت، به خدا، به فرشتگان و به تمام دین و مذهب همشو دادم. چیزی دیگه مونده هست؟ بعد میگه 1/5 بیشتر. یعنی جالبه، معمولا در هیچ قربانی نیست که خدا بگه 1/5 بیشتر. یعنی 1/5 بیشتر یعنی اینکه ما ورای اون چیزی که خود قانون میخواد بیشترش هم میدم. واو. یعنی اگه قرار بود جزای گناه برای دزدی مثلا اینقدر باشه، میگه 1/5 بیشتر هم میدم. یعنی اینکه تو فکر نکن میتونی بیشتر از فیض من گناه کنی. فکر نکن که میتونی بیشتر از فیض من گناه کنی. ما براشو دادم. واو. تصویرها میبینیم چقدر زیباست؟ بعد بعضی وقتا تو کلیسا وقتی اشتباه میکنی بس با چه روحیه‌ای مواجه بشی؟ اگه روحیه فیض رو درک بکنی، روحیه سالم فیض این است که شخص بس آنن توبه کنه. اوکی؟ چون فیض داری و بهتون نشون خواهم داد در هیکل، توبه فراموش نشده. توبه جزوی از زندگی یک ایمانداره. روش عوض کردن، راه عوض کردن، روش فکری رو عوض کردن، دستا باید شسته بشه. عیسی مسیح به پتروس میگه بذار من پاهای تو رو بشورم. ولی یه نکته خیلی زیبایی رو بهش درس میده، میگه حالا بعدم بس بیشتر به این رجوع کنم، میگه شما پاک هستید چون من شما رو شستم، ولی پاهاتون کثیفه. توی زندگی وقتی راه میری کثیف میشی، پس مجبوری پاهاتو بشوری. این چیه؟ توبه روزمره یک ایمان داره. این روحیه سالمه. پس وقتی اشتباه میکنی پاهاتو بشور عزیز من، چون فیض هست دلیل نیستش که معذرت خواهی نکنی. آمین. ولی تمام شد و بس. دستتو که میشوری من یکی از دوستان هست، این خواهر عزیز، من دیدم که سر میز که نشسته بودم میخواستم غذا بخورم، گفت دستتو شستی؟ معمولا
دستشویی میرم میشورم من دیگه سر میز که میخوام بشینم دستم نگفت برو شو. گفتم اوکی. آها ما دو سه روز با این شخص نشست برخاست کردیم، دیدم یه دفعه روزی 13 بار 14 بار 15 بار من دست میشستم. خب ترسم گرفته بود چون طرف میگفت دستت شستی یا نه. منم خودم وسواس گرفتم از این داستان، وسواسمون وسواس منم شد این داستان. از یه نظر متوجه شدم که دید زیباییه، به خاطر اینکه شخص باز همیشه حواسش باشه که چجوری داره زندگی میکنه و فکرش باز این باشه که آیا کثیف شدم یا نه. از یه نظرم وسواس نباید بگیری که اینجوری زندگی بکنی که بعد فشاری که رو خودت داری میاری رو دیگری بیاری. من که آزاد بودم، من با دست خودم غذامو میخواستم بخورم، ولی دیگری چون وسواس داشت منو مجبور کرد که وسواس اون رو وسواس من بیاد. این زندگی پر از فیض نیست. زندگی پر از فیض اینه آقا اشتباه کردی، خب دستتو سریع بشور برو دنبال زندگیت. نکته بعدی، اگه اشتباه دیگری رو میبینی سریع روش نپر تا اونو اصلاحش کنی. بذار روح القدس به خودش نشون بده. سریع روش نپر، سریع فکر نکن که شما مسئول خانه شدی که به همه بگی چی کار بکنن چی کار نکنن، چون نمیفهمه. اون براش اوکی بود. آقای مانی عرفان دستشو نم از همیشه بشوره که غذا بخوره. البته ایده بدی نیست، مخصوصا بعد از دستشویی. مرد آدم های زیاد تمیزی نیستیم که خانم ها وسواس دارن. خواهر من که قربونش برم، من یه دفعه اومدم خونه با کفش اومدم تو خونه، یه دفعه یه نگاه به هم کرد مثل اینکه دیگه یعنی گناه کفش رو بردار. کفش رو برداشتم دویدم انداختم دیدم پشت من داره با جارو برقی میاد. اونی طرف یعنی آدم میترسونه، آدم نمیخواد دیگه دور طرف اصلا بیاد، نمیدونه دست بزنه دست نزنه، نفس بکشه نفس نکشه. بعضی مسیحی‌ها چنان قدوس میشن برای خودشون، الهی میشن که هیچ کسی دیگه نمیتونه تحملشون کنه. این زندگی پر از فیض نیست. شخص بس آزاد باشه، محیطش رو آزاد نگه داره. یه موقعی بود ما مثلا 10 سال 15 سال پیش با یه گروهی میپدکیدیم که میگفتیم خیلی روحانیه، میخواستیم مثلا بریم مهمونی. آقا طرف که میرفت تو مهمونی صابخونه سری مشروباش رو قایم میکرد، همه کارا رو میکرد، مثل اینکه چیزه پادگان نظامی دارن میان. میدونی ما پایین نگاه میکردیم، بعد بعضی اون میشن پشت خودشون رو قایم میکردن، دوتا گلاس مشروب میزنن که طرف نبینتش مثلا. بابا خودت راحت کرد. به خاطر چی بود؟ به خاطر این شخصی بودش که وسواس روحانی پیدا کرده بود. اوکی؟ مثل خواهرم که قربونش برم تمیزه، ولی میخواد همه هم مثل خودش باشن. همه نمیتونن مثل اون باشن. فیض ایجاب میکنه که شما آزاد باشی، زندگی خودتو به نحوی که دوست داری انجام بده، ولی دیگری رو مجبور نکن به شکل تو زندگی بکنه، چون نمیتونه، قادر نیست. و فیض ایجاب میکنه. و خیلی زیباست که در ملکوت خدا ما باید یاد بگیریم که عیسی مسیح چنان سیستم‌های شریعتی و مذهبی خودش رو دگرگون کرد که دیگه فریسی‌ها می‌خواستن تنها موهای که رو سرش مود بکنن. اجازه میداد که یک زن بدکاره بغل دستش بشینه و لمسش کنه. شما در نظر بگیریم در زمان عیسی مسیح زن حق نداشت مرد رو لمس کنه، چه زن خودش باشه چه برسه که زن بدکاره باشه در جلوی چی؟ اجتماع. زن حق نداشت مرد یعنی شوهر خودش رو لمس کنه، چه برسه که زن بدکاره بیاد بغل دستش بشینه با موهاش پاهاش بشوره. یعنی دیگه اگه یه دونه شخص مذهبی بود تقریبا مثل این بودش که بیای تو مهمونی مثلا تو هیوستون هم مثلا، بعد همه بشینن ودکاهاشون و ویسکیاشون رو بزنن قرط و قرط بخورن جلوی شبانا، و شبانا هم میان بگن نه تنها شما بخورید به ما هم بیشتر بدید. چه صحنه‌ای میشه برای بعضی‌ها که مذهبی هستن؟ سکته قلبی. خب میافتین دیگه، ما شبانه مثلا نباید این کارا رو بکنیم. ولی مسیح کارهایی رو میکرد که غیر قابل تصور بود در زمان خودش. باجگیری که مورد تنفر اجتماع قرار داشت، در واقع متا که باجگیر هستش، در واقع از نظر اجتماعی معادل بدترین فردی میشه که شما میتونید تصور کنید، یعنی دزد شارلاتان محل. گفت تو بیا پایین میخوام خونه تو غذا بخورم.
یعنی همه شما برین کنار، بدترین آدم شهر استکهلم به من بدید، من میخوام برم خونه اون با اون غذا بخورم. دزدش، شارلاتان، زنباز، همه کاره، خونه اون من مهمونم. شما چی فکر میکنید؟ شما پیرو به چنین مردی هستید، شما اسم چنین مردی رو خودتون گذاشتید. پیرو به یک مرد مذهبی نبودید که مذهبی شدید یا میخواد بشید. شما کجا از این مرد مذهب رو یاد گرفتید؟ از کدوم قسمت زندگی این شخص مذهبی بودن رو یاد گرفتید؟ نه، از عیسی مسیح یاد نگرفتید، از محمد یاد گرفتید، از اون یاد گرفتید. عزیز من، از این مرد یاد نگرفتید، چون چیزی در زندگی مسیح نبود که مذهبی بودن رو تعلیم بده. ایشون انقلابی بود که انقلاب کرد، با این حال الوهیت و قدوسیت خودش رو حفظ نبود. این زیبایی زندگی مسیحیه، آزاد بودن و قدوس بودن در آن واحد. این زیباست. این زیباست، این زیباست، این قشنگه. بی بند و باری قشنگ نیست، ولی آزاد بودن که مردمی که خدا رو نمیشناسن دوره برای شما آروم بگیرن قشنگه. اونایی که مسیح رو نمیشناسن شما رو به عنوان یک شخص الهی ولی آزاد ببینن، که میتونن باهاتون بشینن و بر بخیزن، غذا بخورن و غذا نخورن، مشروبشون رو بخورن و نخورن، سیگارشون رو بکشن و نکشن. شما باید از اون محیط رو به وجود بیارید، چون مسیح چنین محیطی رو به وجود آورد. مسیح بودش که محیط خودش رو با قلب پرفیض خودش عوض میکرد، تاریکی رو با نور خودش اشباع میکرد. مسیح بودش که سیستمی رو به وجود آورد که مریم مجدلیه میتونست بیاد به آغوشش بپیونده، بگه من زن بدکاری هستم که احتیاج به نجات دارم، منو نجاتم بده. کیست که منو نجات بده؟ مسیح هست که در شماست. ولی حکمت دست وجود داشته باشیم. ما آزادیم ولی شاید نتونیم در اون محیط خودمون دووم بیاریم. پس حکمت داری، خودتو دور کن. نمیتونی تو اون محیط ها قرار بگیری، نرو، چون شاید ضعف داشته باشید، آلودش بشید. پس روح القدس به یه نفر میگه برو، به یه نفر میگه نرو، به یه نفر میگه بکش، به یه نفر میگه نکش، به یه نفر میگه بنوش، به یه نفر دیگه میگه